بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة والسلام على مولانا و مقتدانا رسول الله و آله آل الله و على اعدائهم لعنة الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم سهل مخرجه. صمیمانه از عمق دل و جان محضر شریف شما عزیزان ارجمند و فرهیخته، بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام سلام عرض می کنم. تماشاگر سرزمین عشق هستید، زنده از بین الحرمین، از کنار مرقد مولامون حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهما. میهمان ما همان گونه که مستحضر هستید حضرت آیت الله موسوی زنجانی، اهل قلم، صاحب آثار فراوان، متخصص در یافتن حلقه های گم شده تاریخ و نکته سنج و پژوهشگر ژرف نگر و در عین حال فقیه آل محمد. از مباحث اخلاقیش هم هرچند شما بی اطلاع هستید و در شبکه استفاده نکرده ایم باید یاد کنم. عزیزان بیننده، مثل شبهای قبل چند نکته رو تکرار می کنم. یکی این که کربلا الان به زائر نیاز دارد، نه مدافع. فرزندان این سرزمین خاکستری دلیرانه دفاع می کنند از مراقد اهل بیت و با تراکم نیرو روبرو هستند. در نتیجه الان حضرت سید الشهدا کربلا بین الحرمین نیازمند فقط حضور شماست. میبینم این روزها تعدادی از ایرانیان آمدن و همواره توی بین الحرمین و اطراف حرمین میچرخن و وقتی باشون صحبت میکنم میگن که ما به خاطر حرفهای شما اومدیم سیاهی لشکر بشیم، اومدیم شلوغ کنیم، بگیم امام ما غریب نیست. البته میدونید و میدانیم که ماه مبارک رمضان تا 15 ماه هتل‌ها معمولا فرصت سالانه تعمیر و بازسازی میگیرن و به کاروان‌های رو ابلاغ میکنن، در نتیجه زائران ایرانی بسیار کمن. اما امسال قصه فرق میکنه، امسال کربلا به زائر نیاز داره و لذا از عزیزان ایرانی خارج از کشور، خارج از ایران، ساکنان اروپا درخواست میکنم حتما بیان. همچنان هموطنان عزیز ما دعوت میکنم ازشون که حتما تشریف بیارن و امسال شلوغ کنید این منطقه را، بگیم که آقا جان زائر داریم. امنیت کربلا هم واقعا بود و هست. کربلا امن بود و هست. اگر هم قضایای اتفاق افتاد که البته انعکاسش در بیرون خیلی فربه و چاق شده، حوادثی محدود و کوچک در یکی از شهرهای اطراف کربلا به نام سیف سعد که این قصه هم با دخالت صریح و جدی ارتش و پلیس تمام شد، در نطفه خفه شد و اون شخصی که همون سرخی معروف که دعوی حسنی کرده و چه و چه و چه، حتی خانه اش رو هم با لودر یکسان کردند و اونجا داره میشه فضای سلف. میخوام بگم که یعنی امن بود و امن هست، هرچند شما چیزهایی میشنوید که البته به دلیل علاقتون به سرزمین کربلا در ذهنتون و چی بسا حتی در رسانه ها او رو چاق و بزرگ میبینید، در حالی که چنین نیست. خب پیشکش میکنیم، بله پیشکش میکنیم به حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا ثواب این برنامه رو برای خودمون، تا بانو عین عنایتی بکند بر ما خاک نشینان، بر ما نیازمندان، بر ما که نیازمون به پهنای فلک است، فریاد میکنیم ناتوانی و نیازمندیمون رو
و بر این باوریم که بانو قطعا عنایت خواهد کرد به فرزند برومندش. حضرت حجت سلام الله علیه خواهد گفت که نگاهی به ما بکند. حکایت برادران حضرت یوسف است که گفتن ما بضاعتی نداریم، این بضاعت و مزجات ماست و همین رو آوردیم و اوف لنا الکیل، و از باب تصدق که ان الله یحب المتصدقین. خب من از طرف شما و خودم به استادم جناب آیت الله موسوی زنجانی خوش آمد عرض میکنم و سلام. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید استاد. من هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند. تقبل الله اعمالکم و اعمالکم. آقا سپاسگزارم تو این شرایط گرم و فاصله بسیار کم بین افطار و برنامه در کربلا حضرت عالی تشریف میارید و ما از محضرتون استفاده میکنیم. از زبان شما سلام به اجدادتون شیرینه. فرمایید. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا قمر بن هاشم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. به سر رسدیم تا بوتب ما، شود به طوفان ها سپر ما، نوازش چشمان تر ما، نوازش چشمان تر ما. اگر براید ماه شب ما، به سر رسد این تاب و تب ما، اگر براید ماه شب ما، به سر رسد این تاب و تب ما. ز پشت ابر تیره ی غم ها دمیده ماه سرور دل ها، پشت ابر تیره غم ها دمید ماه سرور دل ها. بشوید این آلایش خاطر، عطا نماید خواهش خاطر، سزد که جان ویرانه کنم من، بگرد او پروانه کنم من، بگرد او پروانه کنم من، بگرد او پروانه کنم من. به خاک پایش می نهم این سر، به آسمانش پر زنم آخر، به خاک پایش می نهم این سر، به آسمانش پر زنم آخر. تپش تپش قلبم شده شید و نفس نفس دل محو تو مولا، تپش تپش قلبم شده شید و نفس نفس دل محو تو مولا، نفس نفس دل محو تو مولا. بله دوباره صمیمانه سلام عرض میکنم و آغاز میکنیم این جلسه رو، جلسه هفتم رو. عزیزان در مکه در یه جایی به نام رخامت الحمرا جمع شدن و تصمیمایی گرفتن. این تصمیم ها رو آقای ابن ابی الحدید معتزلی آورده در جلد 12 صفحه 82. اونجا قواعدی رو ذکر میکنه، مثلا معتقده که لیست الخلافه من معالم الدین بل هی
تجری مجرى الامور دنیویه. تصمیم گرفتن آقایون دشمنان امیر المؤمنین و رسول خدا که آقا جون خلافت و جانشینی رسول خدا ربطی به دین نداره، یه امور دنیویه. اگر هم رسول خدا نصوص صریحی گفت در این 20 سال، من از سال سوم عرض میکنم حساب کردم، یعنی از لیلة الانذار و انذر عشیرتک الاقربین، نسی گفت رسول خدا همواره کسی رو معرفی کرد، ما گوش نمیدیم. لا اشکال فی مخالفت نصوص رسول الله اذا رأت الاصحاب المصلحة فی خلافها. وقتی صحابه تشخیص دادن باید نصوص رسول خدا، فرمانهای صریح رسول خدا رو باید مخالفت کنیم، مخالفت میکنیم، هیچ اشکالی نداره، چون امر دینی نمیدانیمش. و همچنین این قصه ادامه پیدا کرد، مواردی رو تصمیم گرفتن و در مسیر راه وقتی که حضرت امیر در قدیر نصب شد صراحتن از طرف خدا، از به امر خدا و به وسیله رسول خدا، اینا دیگه تصمیم جدی گرفتن، آن هم منافقانه، که حضرت رو ترور کنن. و برای این کار شتاب زده عمل کردن. در بین راه 11 نفر قصد داشتن رسول خدا رو به پایین دره بندازن. کی 11 نفر؟ اسماشون تو حضرت معرفی کرد به حذیفه و موفق نشدن. ادامه پیدا کرد قصه، رسیدن به مدینه، اونجا جمعیتشون زیاد شد، به 37 نفر رسیدن و موضوع رو کتبی کردن، شد سند نابود کردن رسول خدا و گرفتن خلافت به دست خودشون. خدمت شما عرض کنم که تا کنون مردم، یعنی اهل فضل و اهل علم، میگفتن این قصه، این مسئله صحیفه ملعونه که اسمش هست، فقط در اسناد شیعه است و ما در بحث با مخالفان سندی در دست نداریم از منابع خودشون. اما حضرت استاد در این شبها، در این 6 شب ثابت کرد که نخیر، تا دلتون بخواد رد پای این فاجعه بزرگ در منابع اهل سنت وجود داره. و در این چند شب پازل‌های جدا افتاده رو کنار هم چید، پاک کرد و تصویر اصلی فاجعه رو پیش روی شما عزیزان بیننده گذاشت بر پایه اسناد اهل سنت. از بهار الانوار هیچ ذکری نشد و الحمدلله شبکه جهانی امام حسین این رو برای خودش یک موفقیت بزرگ میدونه که واقعا جای شکر داره، برای آن که برای اولین بار در اینجا، در این شبکه مقدس و در این برنامه علمی به همت این استاد سامان گرفت. تکرار میکنم، صحیفه ملعونه بحثی بود در درون مذهب بر پایه بهار الانوار و اسناد شیعه و نمیتونستیم به سنیا، مخالفا و وهابیا بگیم آقا شما قصد کشتن رسول خدا داشتید و پیمان ملعونی با هم نوشتن 37 نفر. حالا استاد این رو کشف کرد و گفت نه خیر، در منابع اهل سنت هست و عدد اسنادی که استاد ارائه دادند 3 رقمی شد، یعنی 100 تا 200 تا بلکه 300 تا سند رو پشت سر هم برای ما خواندن. عرض کردم گمشده های تاریخ رو کنار هم چیدن و صحیفه ملعونه کاملا آشکار شد. اساس نامش رو هم یکی از علمای بزرگ اهل سنت که معتزلی است، ابن ابی الحدید، در جلد 12 صفحه 82 به بعد اینها رو آورده، مواد قانونی شو که استاد 7-8 موردش رو فرمودن. اگر علی رو نسب کنیم ارتد الناس عن الاسلام، یکی از موادشه، یعنی حضرت معروف بود، مشخص شده بود، همه میدانستن که جانشین علی ابن ابی طالب است. ماده تصویب کرده، ماده ششم، اگر علی رو نسب کنیم مردم از اسلام برمیگردند و میشدن پیرو جاهلی. سوال، تو بهتر میدانی یا خدا؟ تو بهتر میدانی یا رسول خدا؟
سؤال بزرگ و اساسی که اگر کسی در پی پاسخش باشه قطعاً می شود شیعه علوی. گفتن ماده پنجم، به گمان و ظن عمل می کنیم نه نصوص، یعنی هر چی ذهن ما و عقل ما و کاوش های فکری ما به ما میگه و بر اساس گمان علمی گمان زنی میکنیم به همون عمل میکنیم، کاری به نصوص رسول خدا نداریم. این ماده پنجمشون بود. ماده هفتمشون میگه ان ابوبکر اقوى على هذه الامر منه، یعنی من علی، ابوبکر برای این خلافت و جانشینی بهتر از علی است. لاسی ما عمر یعوده، و البته عمر بازوی او خواهد بود، پشوانه او خواهد بود، و یساعده و کمکش خواهد کرد. و البته العرب تحب ابابکر، عرب ابابکر رو دوست دارن. چرا؟ چون ابابکر مال طایفه خاصی نیست، بی قبیله است. اما علی ابن ابی طالب مال قبیله بزرگ و شریفی است به نام بنی هاشم. در نتیجه ما ابوبکر رو میپذیریم. چرا؟ چون لینه داره، یعنی نرم خوست، یعنی به راحتی تعامل میپذیرن و الی آخر. حالا من دیگه نمیخوام همه این موارد رو بگم، انشاءالله در شب دهم وعده میدم خدمتتون که این بحث و گزارش رو بگیم. بعد از اون وارد بحث تفسیر شدیم که باز عرض نمیکنم، موکولش میکنیم به بعد. اما در جلسه قبل استاد فرمودن اسلام به سه صورت ابلاغ شد: یک، املای عمومی قرآن و ثبت اون املا، اون دیکته توسط 12 نفر اسمشون کاتبان وحی، روش اول. دو، املای عمومی سنت، یعنی رسول خدا می فرمود املا می کرد، سنت را می نوشتن و در اینجا کاتبان همه صحابه میشنیدن و میرفتن برای خودشون یادداشت برمیداشتن یا در خاطر میسپردن، میشدن راویان سنت. سه، ابلاغ به وسیله نجوا و به صورت خصوصی، یعنی کلاس خصوصی رسول خدا برای یک نفر از اول اسلام تا آخرین ساعت شهادت رسول الله، تصریح میکنم تا آخرین ساعتی که رسول خدا زنده بود آخرین عمل همین مسئله املا بود که داریم در تاریخ موجوده. این شیوه سوم. بحث نجوا رو استاد طرح کردن و 514 منبع رو از فریقین ارائه دادن درباره مجادله، سوره مجادله آیه نجوا که آیه 8 به بعده. جزئیات مطلب رو استاد می‌فرمایند. جریان اینه، میگه که آقا، تعبیر خودم، خداوند میگه شما دارید پچ میکنید، جلسات خصوصی و پنهانی و تاریک و شب و پشت پرده میگیرید، بر اثم گناه و العدوان، گناه عمومی، گناه حکومتی، و معصیت رسول و معصیت کردن از امر رسول، در این سه موضوع با هم نجوا میکنید. اگر میخواید ادامه بدید برید همین مطلب رو به رسول خدا بگید خداوند آیه نجوا رو نازل کرد و گفت هر کس که میخواد با رسول نجوا کنه صدقه ای رو باید بده. حضرت امیر تنها کسی بود که رفت و با رسول خدا نجوا کرد با پرداخت صدقه. این منسوخ شد. اهل سنت میگن این نجوا یک روز بود، ساعتون فی یومن، یه روز در یک ساعت اتفاق افتاد، جمع شدیم. عده آمدن گفتن که بله، ما کانت الا ساعت من نهار، که قتاده گفته، فخر رازی و البته ثعلبی گفتن 10 لیال، 10 شب بوده. خدمت شما عرض کنم یکی دیگه آمده گفته ساعت من نهار الی آخر. حالا کار نداریم که چی؟ که این موضوع رو کوچیک کنن، چون می دانستن نجوای رسول خدا و امیرالمومنین از اول اسلام به فرموده امیرالمومنین می فرمود که رسول خدا بدنش به بدن من می چسبید، در آغوش حضرت می خوابیدم، چون از 9 سالگی وارد خانه حضرت رسول شد و به قولی حتی در سنی کمتر از آن. در نتیجه آمدن و با این آیه نجوا اینجوری مخالفت کردن و بحث البته ادامه پیدا کرد که من دیگه بیش از این واقعا
اجازه بدید اطاله کلام ندم، چون فرمایشات حضرت استاد برای ما واقعا درس آموز است. استاد پوزش میطلبم، سعی کردم درس پس بدم. و از باب این که بسیاری از دوستان میفرمودن که تکرار بکنید بحث و ضمناً من میگم دو بار ما تکرار داریم این برنامه رو، یه تکرارش به وقت کربلا بعد از نماز صبح، یه ساعت حدود بعد از نماز صبح به وقتی من فکر کنم 7 و خورده ای، و یه تکرار دیگرش بعد از نماز ظهر و عصر، یعنی به وقتی کربلا وقتی اذان بگه بعدش ما بلافاصله تکراری برنامه رو داریم. و نیز تکنولوژی امروز قاعده ضبط رو داره، ضبط بکنید و این مطالب رو یادداشت بفرمایید. ما انشاءالله در این عمل خیر شریک هستیم. استاد ما در خدمت شما هستیم، استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید در اون جلسات نجوایی و خصوصی بین رسول خدا صلوات الله و سلام و امیر المؤمنین علی علیه السلام مسائلی رد و بدل می شد که احدی نمی دانست. بله. علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه 155 نهج البلاغه می فرمایند جزء اون گزارشاتی است که رسول خدا فقط در اختیار من قرار داده. یا علی، اشاره نفرمودید منم فراموش کردم، مگر احمد ابن حنبل ابن ماجه قزوینی نگفتند به رسول خدا اعتراض کردن آقا چرا با علی ابن ابی طالب این جلسات خصوصی این همه طول داره؟ بله. چه فرمود؟ اهل سنت نوشته اند رسول خدا فرمود این نجوا مال من نیست، مال خداست. این از نجواهایی است که در این خطبه علی ابن ابی طالب علنی کرده وقتی که به قدرت رسید. قرائن اینطور نشون میده. بله بله. یا علی ان القوم سیفتنون بعدی به اموالهم. بله. قوم یعنی کی؟ مردم. همین مردمی که الان هستن. و یمنون بدینهم علی ربهم، یعنی زیر سایه جمع غنایم و درآمد آزمایش میشن. بله. و به خاطر اینکه مسلمان شدن برگردن خدا هم منت میذارن. بله. که میگن ایران را مثلا عمر بن خطاب فتح کرده، این خدمت عمر است به اسلام. نمیگه اسلام عمر را عمر کرد که بشه یه فرمانده. اونم با قرائت خودشون. بله. خب جمله جمله هایی هست میرسه به این جمله، این حرف کیه؟ رسول خداست به علی ابن ابی طالب در اون نجواهای خصوصی، کلاس های خصوصی چند بار شد؟ 15,000 بار در 23 سال. بله. در جلسه قبل گفتیم. بله. چقدر بله. شد؟ بله 15,000 بار، نه یک بار. یعنی از اول اسلام تا آخر اسلام 23 سال. ما بگیم 20 سال از اول وحی تا آخر وحی. بله. از اول نزول وحی بگیم 20 سال، یعنی جنگ ها و حضور. بله بله. خارج بکنیم این رو 20 سال ایامش رو در بیاریم چند. بله. روز می شود ضرب در دو بکنیم، دو بار، یکی اول صبح یکی. بله. شب، این عدد به دست میاد. فیستحلون الخمر بالنبیذ، از اینجا شروع میکنیم. بله. امروز ای علی این قوم شراب میخورن به نام نبیذ و تحلیل میکنن میگن حلاله. بحث ما از اینجا شروع میشه. خب بحث نجواست. بله. مسند احمد، اینا اگر میخوای سند داشته باشی برای توضیح. بله. حدیث 380 فعلی میگه آیه ها 4 آیه نازل شد، 2 آیه اول نازل شد شراب نخورید، به محض نزول اون جمله را پیغمبر فرستاد شخصا توسط شخصی به عمر. مسند احمد فقیه. بله. برای اونا وهابی هاست. عمر گفت که نه. نه یعنی چی؟
بین شافیا. یه بیان خیلی صریح میخواد، من با این آیه شراب را بر زمین نمیگذارم. آیه دوم نازل شد، الهی بیین یا ربنا بیین لنا بیانن شافیا. این آیه خیلی صریح نیست که شراب حرام تا نخورن. پیغمبر آیه را ویژه فرستاده توسط شخصی به شخص عمر. آیه 90 و 91 مائده نازل شد، آخر آیه تهدید بود، فهل انتم منتهون، آیا دست بر می دارید؟ عمر چه گفت؟ انتهینا انتهینا، دیگه نمی خوریم. اینها منابع اهل سنت هست، هیچ کدوم ربطی به شیعه نداره، اگرچه محتوا گزنده است برای اهل سنت. بله. اما کتابهای شماست، منم مثل شما مسلمانم، مسلمانی تاریخ اسلام را میخواند. واژه‌ای که حاکی از اهانت باشه که نیست، اگر هست به من تذکر بدید. استاد رو این یک کمی تمرکز بکنید، برای اینکه خیلی از آقایون مولوی های منطقه سیستان و بلوچستان و بعضی از ماموستاهای مناطق غربی پیام میدن، تماس میگیرن و متاسفانه فحاشی میکنن، توهین میکنن. ما عرضمون اینه، ببین برادران، و فرمایشات استاد رو کلمه به کلمه آنالیز کنید، کجای آن توهین است؟ بلکه آنچه مایه دردناکی طرف مقابله گزنده بودن بحثه، یعنی بحث وقتی ثابت میشه دردت میاد. بله. آیه ها نازل شده، عمر وعده داده دیگر شراب نمیخوره. بله. صراحتا گفت انتهینا انتهینا. کنز العمال، اینام یادداشت کن در جنبلی، 13836 اینم آورده، البته قطع قطعش کرد. بله. عمر شراب میخورد، نبیز میخورد، آب اضافه میکرد تا مست نشه. به رسول خدا خبر دادن آقا این صحابه شما هنوز نبیز میخوره، این که کثیرش که مسکره، زیادش که اسکار داره چیه؟ رسول خدا فرمود هر چیزی که کثیرش مسکر باشه، مست کننده باشه، قلیلش هم حرامه. این هم باز متقی هندی آورده در این شماره. درست؟ بله. استاد یه تعبیری داریم از امیرالمومنین، بد نیست توی حاشیه بگیم. حضرت فرمود اگر در چاه آبی یک قطره مشروب بیفته، از اون چاه آب بردارن زمینی رو کشاورز، زمین کشاورزی رو آب بدن، علف سبز بشه، از اون علف گوسفندی بخورد، اون گوسفند فربه شود، من از اون گوشت نمیخورم. یعنی انقدر اطاعت امیرالمومنین نسبت به خدا و رسول بالاست. حالا این آقا میاد آب بش میکنه که میخوره، خب آب بیشتر میخوره. باز کنز العمال، خب بینندگان عزیز که همشون رشته طلبگی بله. نخوندن که بله. کنز العمال یکی از کتابهای جامع اهل سنته، متقی هندی. بله. 13776 شماره حدیث اینه، بعدها هم شخصی از کوزه عمر اشتباهن که مایعی بود فکر کرد آب خورد، مست شد. میخواستن شلاق بزنن، گفت بابا جان من از ظرف عمر خوردم. میدونید در بعضی از منابع آمده چی؟ عمر گفت که به خاطر اینکه چیز از شراب من خوردی نمیزنم، چون مست کردی، چون مست شدی در حقیقت. درست؟ پس این علامت چیه؟ ادامه داشته. تکرار کنیم، در نجوا رسول خدا به علی ابن ابی طالب، اون قوم منحرفی که خلافت را از مسیر اصلی خارج میکنن، چند علامت گفته؟ 7-8 داد، یکی شما تعقیب میکنیم. فرموده این تابلو مال اونهاست، اینها شرابخواری را رها نخواهند کرد. در کنز العمال به تعبیر دیگه میتونید اینجور بفرمایید، استاد شما تصحیح کنید عرض بنده را، علامت کسانی که پنهانی جلسه گرفتن علیه رسول خدا. بله. تا او را نابود کنن و خلافت را بگیرن،
و شیعه اسم اونها رو گذاشتن اصحاب صحیفه ملعونه بله. و قرآن اسم اونها رو گذاشته اصحاب نجوا بله. اینا چند تا علامت دارن؟ یکیش اینه. احسن، چون امشب این بحثی که شروع میکنم اگر بله. عمری باقی مانده باشه، توی کتب شیعه و سنی به این شک نیامده و ربطها هم ربطهای جدیده. کسی میتونه بگه آقا من قبول ندارم، چون این کار شخصی فردیه، انتخاب عقل با زور نمیشه. خب کنز العمال خبر 35452 بله یادداشت فرمودی بله، نوشته که از اهل سنت رسول خدا فرموده خدا به من در معراج عسل داد و شیر. بله، دو نوع خورش داشته. بله، عسل و شیر. بله. خب ما اینو تعقیب کردیم، دیدیم در خبر 35447 میگه عمر گفته نخیر، خدا شراب داده و شیر، عسل نبوده، شراب بوده. نبینید شکلی داره زمینه میسازه که برای حلیت. حالا از عمر بیا پایین، بخاری اون حدیثی که میگه پیغمبر فرموده در معراج خداوند برای من عسل داده و شیر، اونو نقل نکرده. کدومو نقل کرده به نظر شما؟ شراب و شیر. حالا در جلد 6 صفحه 104 چاپ احیاء التراث العربی و جلد 7، ببین چند جا، جلد 7 صفحه 135 و جلد 4 صفحه 202 نقل کرده خدا در معراج به رسول خدا شراب داده و شیر. جبرئیل گفته عجب قلبم تپ تپ میزد یا رسول الله، چرا خوب شد از شراب نخوردی؟ در سفره خدا شراب همیشه پیدا میشه، اگر میخوردی امتت چی میشد؟ منحرف. محتواشو باز کنیم. طبق منطق بخاری سه تا مورد آورده خدا به رسولش از چی پذیرای کرده، با چی چیزی از رسولش پذیرای کرده؟ طبق روایت ما عسل و شیر، و طبق روایت اونا شراب و شیر. درست. اون هم صراحتا با جعل عمر. خب این یک مشکل، یک. خدا شراب میده به پیغمبرش، این یک. دو، اونجا گفتن عسل است و شیر، با هم جور در نمیاد، اشکال دو. اشکال سه، جبرئیل گفته خوب شد. جبرئیل بر ضد خدا گزارش داده که بابا این شراب بود، خوب شد، حواست جمع بوده ها، خوب شد که حرف خدا رو گوش نکردی. اضطراب داشتم نباشه پیغمبر. خب خدا میخواد شراب بده، جبرئیل با خدا اختلاف دارن، این چی دین است؟ در معراج خدا جبرئیل با پیغمبر این همه اختلاف دارن، خدا میخواد به پیغمبر شراب بده، جبرئیل نگرانه، پیغمبر حواست جمعه، جبرئیل میگه خوب شد، اگر میخوردی امت اون حرف میشد. چهارمین اشکال، اگر پیغمبر میخورد امت چی میشد؟ منحرف. مشکل مالی کی بود؟ خدا. خدا بندگان خودش رو یعنی اینجوری بگیم، اگر رسول اکرم این دینشون به خواست خدا عمل میکرد آره. و شراب و شیر میخورد، در اون صورت امت منحرف خواهند شد، طبق قول جبرئیل. طبق قول جبرئیل که عامل انحراف شخص خدا، خود خدا میشود. خب اما خدا این منحرفین را باید محاکمه بکنه یا نکنه؟ نکنه، رها نکن بحثو. بله، در اون صورت بهشت و جهنم چه خواهد شد؟ چی میشه؟ خدایا به پیغمبر من شراب دادی علیه عزب الله، منم منحرف شدم، خدا بیاندازه چی؟ خب حالا یک جوان امروزی قرن 21 میلادی و 15 شمسی و 14 قمری چشم باز کنه بگه اسلام اینه، میپذیره؟ خب بحث کمی ظریف میشه. بله، به این اشخاص که میگفتند آقا پیغمبر اسلام به علی ابن ابی طالب تابلو معرفی کرده برای قشر منحرف از اصحاب، بله، میگفتن نه، این آدرس ها مستدرفات ابشیهی
ربیع الابرار زمخشری، تفسیر طبری، سنن کبرای بیهقی، محاضرات راغب، جامع مسانید ابی حنیفه، باز طبری، عقد الفرید، بعد جساس در کتابی که احکام القرآن نوشته، حاشیه سنن بیهقی. من 11 منبع آوردم که بعضیا در دو جا آورده. همه اینها گفتن که همه اهل سنت هستن یا نیستن؟ از بزرگانشون هست. گفتن نبیز خوردن که یکی از مسکرات هست، ممنوع از قطعا در اسلام. یکی از مدمن الخمر هاست خلیفه دوم بوده. بله، یعنی معتاد به مشروبی به نام نبیز. مدمن یعنی معتاد. ای کاش قضیه این بشه، داره حاد میشه. خب بریم جلو. آلوسی در تفسیر خود جلد تو صفحه 115 چی میخوانیم؟ رسول خدا طبق نقل علی ابن ابی طالب در خطبه 155 علم نشان داده، تابلو نشان داده، ای علی غاصبان خلافت منحرفین امت رمز دارن، تابلو دارن، اینها نبیز خورن. ببینید 10 صفحه مدارک نبیز خوری، شراب خوری، اونم نه شرابی که یه بطری از نمیدونم فلان کشور میارن، نه، در افطار تا 12-10 رتل عراقی شراب میخورد و فتوا میداد مفتی همین کوفه 90 کیلومتری. 90 کیلومتر فاصله داریم یه با کوفه. 75. اجازه بدید این جمله حضرت عالی در جلسات قبل فرمودید، من تکرار میکنم، ضمن اینکه بگم زبان گفتار اولا، دو برنامه زنده، ثانیاً و ثالثاً اینکه حالت دیالوگی وجود داشته باشه، بحث هم بکر باشه، حق بدید که گاهی وقتا اشتباهاتی صورت بگیره در گفتار، فلته های لسانیاً اصطلاحاً بر ما خورده نگیری. استاد گفت این رو که مفتی بزرگ کوفه که میرسیم 7 صفحه سند داریم برای همین، یه گفته 10 رتل پسرش گفته، بله، بابام پسرش گفت. از اول افطار تا 12 شب به خوابه، اطفاء سراج، بله، یعنی خاموش کردن، بله، 10 رتل روزانه شرابش بود، بله، و این پایه‌گذار اصلی کل مسند احمد بن حنبله طبق مدارک، همه از خودشونه. ببینید این صفحه آخر را بخونم، 11 صفحه منابع. اسمشو نفرمودید، من یادم رفت. وکی ابن جرار. آه وکی. چون تونتون بریم. بله بریم. چون مطالب زیاده. در فتح الباری جلد 10 صفحه 30. بله. و یا چاپ جدید، عمدن چاپ جدید آوردیم که تا نگن آقا غلط بوده. جلد 10 صفحه 37. عمدت القاری عینی جلد 10 صفحه 84. و یا چاپ جدید جلد 21 صفحه 168 نوشتن از بله نزد عبدالرزاق روایتی است که از معمر ابن ثابت و قتاده و دیگران از انس نقل کردن که آن گروه که در خانه ابوطلحه زید ابن سهر شراب خوردن و یکی از شدت شراب خوری چه شد؟ مرد، احتمالاً جدار پیر بوده دیگه، جدار معده‌اش آسیب دیده بوده، تحمل الکل چیزو نداشت، مرده. خب عبد ابن حمید و ابو یعلا در مسند خود جلد 6 صفحه 101 حدیث، اینا مهمه، شماره حدیث مهمه. بله بله. همه کتاب‌ها شماره هیچی ندی، فقط شماره حدیث بدی کافیه. 3362 و ابن منذر و ابو شیخ و ابن مردوه این حدیث را از انس نقل کرده اند. و احمد در مسند جلد 3 صفحه 181 227 خبر 12458 و خبر 12963 و طبری هم در تفسیر خود جلد 7 صفحه 24 و چاپ‌های دیگر جلد صفحه 37 و بیهقی در سنن کبرا جلد 8 صفحه 286 و 290 و ابن کثیر در تفسیر خود جلد 2 صفحه 93 و 94 همه این مطلب رو نقل کردن. تکرار کنم این جمله را، بنده
وقتی که کتابهایم را یادداشتهایم را شروع کردم، والله بنده در فضای خانه‌ام خانوادم اینترنت نبود. هرچه بلی اواخر گاهی میبینم مطلب مهمه، این اواخر یکی دو سال شاید نشه، میرم به اینترنت برای تایید، اما کل یادداشت‌های ما قبل 89 90 91 تمام اینها دستیه. الان برداشت بینندگان اینه که از 92 به نه تا الان و تا بعد استاد تو اینترنت میره سرنخی میگیره بعد میره تو کتاب میبینه، یعنی هیچ نقل قولی از اینترنت و نرم افزار خانه اتفاقا میکنه. موارد زیادی پیدا کردم فرموده بودن علما چه شیعه چه سنی فلان حدیث سند نداره، اتفاقا این اواخر زیر سایه اینترنت رفتم پیدا کردم اسنادشام در آوردم. اما اون چه که بنده کتاب هم چاپ شده اون زمان بنده به هیچ وجه از اینترنت استفاده نکردم، اینها هر چه خطا بشه دستیه. ابن حجر در فتح الباری جلد صفحه 30 از آن 11 نفر 10 نفرش را آورده. بخوانید آقا. خب یک اینا کیان آخر نگفتیم که ایناش جمع می شدن در منزل اشخاص، شبها به صورت دوار چی می خوردن؟ شراب می خوردن. نبیز می خوردن. درست. در حالی که آیات ضد نبیز نازل شده بوده، شخصا پیغمبر اسلام به عمر هشدار داده بوده، به علی ابن ابی طالب هم آدرس داده بوده، اگر از صحابه من کسانی مشهور بشن به نبیز خوری، اینها منحرف کننده چی هن؟ امت هن. ببینید همه اینها که خوندم مال منابع اهل سنته. ببینید ابو بکر 58 ساله، عمر 45 ساله، شمرده تر ابو بکر بله اون زمان 45 سال داشته، ابو بکر 54 ساله، نه این تو نوشته، اون آقا اینو نوشته، 56 ساله، 45 نوشته، ابوبکر 45، خیلی 58. ببینید ما امانت را باید بگیم، غلطهاش به عهده خودشون. بله اون اینو نوشته، ابو عبیده جراح 48 سال داشته، ابو طلحه زید بن سهل بانی مجلس شراب 44 سال داشته، سهل بن بیضا پیر فرتوتی که پس از شراب فوت کرد، نوشته پیر بوده، عبی بن کعب مفسر وهابیون سنشو نیاورده، ابو دجانه سماک بن خرشه یا خرشه سنشو نیاورده، ابو بکر بن شغوب سنشو ذکر نکرده، مالک بن انس که ساقی این مجلس شراب بوده 18 ساله بوده، پادوی بوده، پادوی میکرده. تأکید میکنیم راوی اینو میگه. بله. ما نمیگیم 18 سال، راوی در روایت بله. خودش یه حال اشتباه از خودشه، امانت ما باید اگر اشتباهیست از خودش. بعضی ها گفتن یه صحابه هم که در ترکیه هست اسم نبرم، اونم اونجا بوده ولی چون ابو ایوب انصاری. معاذ بن جبل هم 23 سال داشته اونجا حضور داشته طبق نقل اینها. حالا ایده از علمای اهل سنت گفتن آقا این چون این چیزی نیست، راوی این عیسی بن تهمانه. این قضیه ببینین کیه، احمد در علل و معرفت الرجال جلد 3 صفحه 456 شماره 5942 توثیقش کرده. ابن معین در التاریخ جلد 3 صفحه 333 شماره 1602 توثیقش کرده. ابو حاتم در الجرح و التعدیل جلد 6 صفحه 280 شماره ترجمه 1552 توثیقش کرده. یعقوب ابن سفیان در المعرفت و التاریخ جلد 3 صفحه 232 تعدیلش کرده، توثیقش کرده. تهذیب و تهذیب هم که مشهور دیگه، جلد 8 صفحه 216 یا جلد چاپ جدید جلد 8 صفحه 193 توثیقش کردن، گفتن آقا دروغگو نیست، قضیه چی درست بوده. خب اجازه بدید اینها از اینجا به بعد برخلاف قبل میگم حالا دیگه یادداشت نکن، خیلی خوب چون در یادداشت ذهن دو قسمت میشه، چشم کنترلش مشکل.
این خط نبیز در زمان تأسیس، البته تأسیس نمیشه گفت، قرن چهارم تأسیس شد مذاهب اهل سنت. بله. چهار قرن مسلمین آمدند و رفتند، لا مذهب بودند طبق گفته آقایان. سه و قرن چهارم المستنصر بالله به زور شمشیر چهار مذهب ساخت از بین مذاهب. کل اهل سنت اینا میدونن کسی منکر نیست. این خط نبیز خوری، شراب خوری به جایی رسید در خط احمد ابن حنبل، چون خیلی ها خواهند گفت چون این چیزی نیست. من از ترس اینکه متهم نشم عرض کردم 11 صفحه سند آوردم به خاطر این چه قضیه چیزی نیست. اگر کسی بالای منبر یا در کتاب یا در رادیو تلویزیون میگفت بنده قبول نمیکردم. یعنی باورش سخته. سخته. آمدند برای اسلام توسط احمد ابن حنبل، کل وهابیون چی هن؟ حنبلی هن. آمدند مکتب مذهب ساختن، گفتن مذهب فقهی، فقه اسلام اینه. احمد ابن حنبل رسول خدا را دیدی؟ نه. عمر را چطور؟ نه. ابوبکر عثمان؟ نه. علی ابن ابی طالب؟ اصلا تابعین؟ بله. ندید؟ خب ندید. این که امروز جمع کردی چقدره؟ این عبارت ها همه مسئولیت داره، باید جواب بدم. گفت 1,000,000 حدیث جمع کردم. الف حدیث. 1,000,000 حدیث جمع کردم. مگر عمر حدیث های پیغمبر را آتش نزده بود؟ کجا بود اینا؟ سوال نیست؟ بابا احادیث پیغمبر را والله بالله عمر عثمان آتش دادن. این چیه این 1,000,000؟ از کجا آوردی؟ پسرش گفت پیش بابام 1,000,000 جمع شد. حالا میگم. خب از کجا آوردی احادیث را؟ گفت از وکی ها میگیرم. کدوم؟ این همسایه. چطور؟ گفت بله، سازه اصلی اینه. چند تا جمع کردی؟ 27,100 مسند احمد ابن حنبل موجود 27,100 روایت هست. درست شد؟ این وکی کیه؟ پسرش میگه بابام که احمد ابن حنبل عاشقشه، کان ابی یفترو علی نحو من عشرت ارتال من الطعام ثم، حالا رتلاش دقیق، ثم تقدم الیه قراب قرابتون فیها نحو من عشرت ارتال نبیز. سریع کاملا میگه 10 رتل غذا میخورد، بعدش واسش خمره میارن، هرچی ما که بلد نیستیم. 10 رتل طعام میوردن، برای هر رتل یک رتل هم شراب. بعد از این پرخوری سنگین 10 رتل، رتل نمیدونم از لیتر بزرگتره کمتره، ولی هرچی هست زیاده. حالا بگو 10 تا لیوان. بلا نسبت این لیوان که نام مقدس بله. امام روشه. بله. توجه فرمایید. این آقا شده مبنای اساسی حلا. روایات احمد ابن حنبل. حالا کلما صلا شیئا، هر وقت دو رکعت میشه یه خورده نماز میکنه، شرب منها حتی ينفد ثم ینام، تا 10 رتل شراب را تمام نمیکرد نمیخوابید. سیر اعلام و نبلا مال کیه؟ ذهبی هست یا بله، نه بله. ذهبی آیت الله درجه اول اهل سنت هست یا نه؟ بله. جلد 6 موجود که پیش من هست، چاپ جدید مال من، صفحه 430 به بعد، و ابن اساکر در ترجمه آقای وکی. خب راوی گفته فنزل وکی فی مسجد الفرات، بعد از چند ساعت میره فطلب منی نبیزن فجئته به، درست؟ بله. فیشرب فلما نفد ما جئته به اطفع السراج. مهمان بوده ایشون، مفتی اعظم مرجع تقلید کل عراق بوده با مرکزیت کوفه. این آقا ببینید، علی ابن ابی طالب میفرماید رسول خدا به من فرموده اگر دیدی قدرت را از شما گرفتن کسانی که با فلان مشخصات، یکیش اینه ها، اینا نبیز میخورن. ببینید اینا منحرفین. حالا میگه آقای وکی در مسجد فرات آمد پایین گفت آقا شراب ندارید؟ من آوردم.
آن خورد 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 تمام کرد خوابید. حواست اینجاست؟ بله کاملا. قال الراوی فنزل فی مسجد الفرات، همه در اونجاست، همین آدرس. فنزل فی مسجد الفرات فکنت اسیر الیه لاستماع الحدیث، داشتم میرفتم حدیث بشنوم، رفتم فرات از این شرابخوار میخواستم حدیث یاد. فطلب منی نبیذا، از من نبیذ خواست. فجئته به مخیشه مشک، به مخیشت لیلن شبانه، براش یه مشک شراب آوردم. فاقبلت اقرا علیه الحدیثی که قبلا گفته بود، شروع کردم دست پس بدم حدیث بخونم او تایید کنه. و هو یشرب، ایشون مشغول شراب مشغول خوردن بود، من براش حدیث ابن عساکر موجود چاپ جدید که من دارم جلد 66 صفحه 59 و سیر اعلام ترجمه وکیه که آدرس رو گفتیم جلد 6 صفحه 430 به بعد. شخص وکی گفت، شخصی به وکی گفت تو نبیذ میخوری اسم آن را شراب شراب مثلا نمیگذاری، اما من در خواب دیدم تو شراب میخوری. ایشون گفت هر کس بله این چیز را به شما نشان داد اون شیطان بود، در حالی که اون استناد کرده بود به پیغمبر اسلام که پیغمبر فرموده از مصادیق شراب یکی چیه؟ نبیذه. بله. ایشون میگه گفت نه نه این خواب شیطانیه. در مجلسی سخن از نبیذ جوان و نبیذ پیر شد. پیر شد. یا به عبارتی اینجوری تصحیح کنم، نبیذ کهنه و نبیذ نو. نو. به وکی گفتن یعنی چه؟ مگر شراب جوان شراب پیر هم داریم؟ قال هو اندی احل من ماء الفرات. یعنی چه؟ او پیش من، در باور من، در نظر من از آب فرات هم حلال تر، شاید هم احلا بوده. نه نه احل احل. قلت لهم ماء الفرات، خودش داره میگه لم یختلف فیه فی حله، در اینکه آب فرات حلاله بین علما اختلافی نیست. وقد اختلف فی هذا، یعنی فی نبیذ. بله علما اختلاف دارن، بعضیا میگن حرامه، دقت کردی؟ بله در نبیذ اختلاف هست. ابو سعید الاشد، این من شما را گذاری کردم ششمین مطلبه. بله. کنت انت وکیع فجاءه رجل يدعوه الى عرس. عرس یعنی چی؟ بله عروسی. نشسته بودیم در خدمت جناب مفتی اعظم کوفه. کوفه آقای آمد فاکت یا اول آقا عروسی، خداوند بچهاتون نصیب کنه. فقال ثم نبیذ، اونجا نبیذ داری که من بیام؟ شراب خاری در برنامه عروسی هست؟ هست. قال لا. قال لا نحضر عرسا لیس فیه نبیذ، در عروسی که نبیذ درش نباشه، شراب درش نباشه، ما حاضر نمیشیم. فقیه امت اسلام کجا بدون شراب موندن کجا؟ تکرار میکنم، علامات کسانی که علیه رسول خدا کودتا کردن، عدوان و معصیت رسول دارند، ایناست. یکیشون همینه که الان استاد داره میگه. به وکی فشار آوردن آقا شما بر خلاف پیغمبر عمل میکنید، دیگه نمیگیم. ایشون جسارتی کرد به پیغمبر، بخش اعظم مفسرین و مبرخین ننوشتن، اما نوشتن حتی این وکی کذا و کذا علیه ما علیه عبارتی آورد حتی اجمعت قریش و اراد و سلبه. ترجمه کن. اجماع کردن. بله اجماع کردن، خواستند او را سلب، یعنی منظور شما سات. آها آها میخواستن به دارش بیاویزن. جمع شدن و تصمیم گرفتن این آقا را به دار بیاویزن. به خاطر چی؟ به خاطر همین مسئله، همین که پیغمبر اسلام دشنام داده روایتی بر ضد پیغمبر. بله یعنی روایتی رو نقل کرده، در اون روایت به رسول خدا توهین کرده. بله. مردم مکه تصمیم گرفتن به دارش بیاویزن. و نصبوا خشبتا لیصلبوه باسا، به دار رو هم نصب کردن. فجاء سفیان ابن عیینه فقال لهم الله الله هذا فقیه اهل الکوفه و ابن فقیه عثمان ابن عیینه هذا حدیث معروف.
عثمان ابن عیینه آمد گفت نکنید، محض رضای خدا این فقیه، باباش فقیه، محدثه، ولش کنید به حال خودش. خب ادام نفیدی کرد. ثم قال سفیان ابن عیینه ولم اکن سمعت هذا الحدیث الا انی اردت تخلیصه. من در واقع چون این حدیثی آره نبود، ابن عیینه که اومد این نجات داد گفت بابا راست شو بخوایید خدا وکیلی من این حدیث من نشنیدم ها، فهم میکنسیم این بنده خدا رو نجات بدم از دست اینا. ابن اساکر هم آورده در جلد 66 صفحه 73، قال علی ابن اشرم سمعت هذا الحديث الجعلي جعل من ذا من وکی بعد ما اراد و سلبه فتعجبت من جسارته. میگه همین آقایی که استاد علی ابن خشرم میگه، آره علی ابن خشرم میگه من این حدیث جعلی رو از وکی شنیدم کی؟ بعد از این که میخواستن به دارش بیاویزند باز حیا نکرد و آزادش کردن دورش سفیدی کرد ابن عیینه، اون موقع بعد از آزادی با کمال پررویی با سر حرفش مونده و چون نمیشه اشاره کرد ایشون به پیغمبر اسلام دشنام داده. بله حالا میگم از کجا داده. از کجا خودشون گفتن تمام منابع از کجاست؟ از کی نقل میکنیم؟ از اهل سنت. خب هارون رشید دستور داد، ترجمه کردم، کل فقهای جهان اسلام به خاطر جسارت و اهانت وکیع مفتی اعظم آقایان به رسول خدا حکم او را تعیین و صادر نمایند و به هارون رشید ابلاغ نمایند. به ما چه آقای وکیع اینقدره؟ به این دلیل ما به این موضوع میپردازیم که پایه اصلی کتاب احمد ابن حنبل روایات وکیعه. بله؟ خب احمد ابن حنبل بالاتر هم داریم ها، بالاتر هم داریم. خب ابن حنبل کیست؟ ابن حنبل مذهب آقایون وهابی بله. است. همینا که زنگ میزنن پیامک میدن به ما فحش میدن. احسن. آقایان وهابیون مقلد احمدن. احمدم مقلد این آقا، این آقا دشمن پیغمبر و شرابخوار خاورمیانه بوده. بله. خب هارون رشید دستور داد عبدالحمید ابن عبدالعزیز ابن ابی رواد مفتی اونزه، یکی از مفتیات، دستور داد حکم اعدام اجرا شود. بله درست؟ بله. متن حکم اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یجب ان یقتل هازا فانه لم یرو هازا الا فی قلبه غش للنبی صلی الله علیه وسلم. باید این شخص کشته شود زیرا چون این کسی، چون این سخنی را کسی نمیتواند بازگویی کند مگر آنکه در دلش عداوت رسول خدا نهفته باشد. سفیان ابن عیینه میگه من فتوا دادم نه آقا، بعضی جاها هم دوباره به دادش رسید. بله باز اینم در همون آدرس ابن استاد. ببینید یه مسئله ای رو میخوام تو پرانتز بگم، الان در این سالهای اخیر، ده بیست سال اخیر، بزرگترین توهینی که به رسول خدا شد در دنیای رسانه ما میگیم همین کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی. سلمان رشدی سه تا کتاب بیشتر نداره، یکی بچهای نیمه شبه، یکی شرمه، یکی آیات شیطانی. این آیات شیطانی رو ما بررسی کردیم، دیدیم پایه‌های روایتی او همین صحیح بخاری و صحیح مسلمه. مشخصاً محمد ابن کعب قرظی یهودی ظاهرا مسلمان مشاور و وزیر ارشاد جناب عمر ابن عبدالعزیز. بله. کل پایش از اون وقت مردم ریختند همین اهل سنت در شهرها و کشورها شعار دادن، مفصل تعطیل کردن بازاران. ما حرفمون اینه آقای سلام علیکم بابا جان، این از کی گرفته؟ از صحیح بخاری. خب صحیح بخاری رو بخونید ببینید چه توهین هایی شده. آقایی که به ما زنگ میزنی و پیامک میدی و ما رو به باد توهین و فحاشی میگیری، سلام علیکم، بی زحمت صحیح بخاری رو بخوان، تاریخ ابن اساکر رو بخوان، سیار اعلام نبلا رو بخوان، مسند احمد را الان میرسیم، تمام ریشه رو از مسند احمد در میاریم. الان مسند احمد یعنی بابا بزرگ رساله، بله عملی بابا بزرگ مذهب حنبلی است. و بله شماها در سیستان و بلوچستان آقایون وهابیت اون مناطق میگید ما حنبلی هستیم. بله حالا
کتب اهل مکه الى اهل مدینه. بله. اذا قدم وکیع المدینه فلا تتکلوا علی الوالی فرجموه بالحجاره حتی تقتلوه. بله. اگر وکی مردم مکه به مردم مدینه نوشتن اگر وکی آمد مدینه، بله، کاری به والی نداشته باش، قاضی ماضی نداریم، احسن. همین که دیدید وارد مدینه شما شد فرجمو. درستم هست. فتوا چیه؟ تمام فرق شیعه از اون چیزای زیدی و فلان تا حالا و فرق اهل سنت کلا صاحب النبی حکمش چیه؟ بنده توی خیابان میرم یکی به پیغمبر اسلام فوش بده، حکمش چیه؟ من حق دارم بکشم. بله بله، حکم صاحب خب. فعزموا على ذلك یعنی چه؟ تصمیم گرفتن چنین کنن. سپس راوی میگه بلغنا الذی هم علیه، آنچه که تصمیم گرفتن رسوندیم به زیرزمینی به وکی، نه یا فبعثنا بریدن الی وکیع الا یأتی المدینه، براش پیام فرستادیم یواشکی فلانی نیا مدینه، میخوام بکشنش. این مغز متفکر وهابی فراری داد و یمزی مزا یمزی من طریق ربزه و از بیراهه از منطقه ربزه ها. سفر حالا ذهبی خریت مغز متفکر اهل سنت در سیر اعلام النبلا جلد 6 صفحه 430 نوشته فقط صح نحی النبی عن ذلک ان النبی است و مع ذلک فکان وکیع ملازما لشرب نبیذ الکوفه الذی یسکر الاکثار من اکثار زیاد. بله اینو من ترجمه کنم، میگه بر ما ثابت شد حرمت نبیذ نهی رسول خدا، هم رو مسلم حرام، همه میدانیم حرام است، اما نبیذ حرام است، اما وکی برخوردن نبیذ کوفه که مصر بود مسکر هست، بله، یه ذره آدم زیادش بخوره مست میشه، به شدت اصرار داشت. بله. حرف ما اینه بابا وکی رو ولش کن، خلیفه اصلی تون عمر ابن خطاب رو بگید. میرسیم آخر عجل نکنی میرسیم. فکان متعولا فی شربه، تفسیر میکرد از پیش خودش، اشکال تعویل میکرد برای خودش، از کجا عمر پایه گذاریم بود، اجتهاد اشخاص اسلامه طبق چه؟ ننصوص، ننصوص. عایشه با تکیه بر قرآن با علی علیه السلام جنگید یا اجتهاد شخصی بود؟ نه اجتهاد شخصی، گفتن حجت تمام وهابی میگن حجت. جمله شما رو من یه بار دیگه بگم، آقا اسلام را با دو ابزار نابود کردن، یک با هم جمع بشن تصمیم بگیرن علیه خدا و قرآن و رسول خدا، بعد بگن اجماع امت، این راه دوم. راه دوم چیه؟ راه دوم میاد خود شخص شروع میکنه به مخالفت با رسول خدا و قرآن، اسمش میذاره اجتهاد. فارسی چی میشه؟ نظرم، یعنی آره نظرم. مگر اسلامی؟ دین این قال الله اسلام، قال رسول الله. نه خیر، معاویه رضی الله عنه، چرا رضی الله عنه؟ با علی جنگید، آخرین امام رسمی بود، میگن اجتهاد کرد. حالا اجتهاد یعنی چی؟ نظرش بود، میگه اسلام آن است که تو تشخیص بدی. اصلا اینا هم میگن اگر کسی اجتهاد کرد، بله، و نظرش درست در اومد، دو تا ثواب داره، ثواب، بله، اجتهاد و ثواب، بله، درست در اومدن. درسته. اما اگر اجتهاد کرد یه ثواب و خطا کرد، فقط یک ثواب میبره. یعنی یزید اگر امام حسین رو این عبارت اینجا فقط ثواب، این عبارت الان آورده، میگه ولو ترکه، ذهبی میگه اگر این فقیه ترک میکرد شراب خاری را لکان اولا بهی، بهتر بود. فقط صح عن النبی التحریم للنبی، بله، درست. بله. ولا یوبخ، توبیخ هم نیست، جای توبیخ نیست. چرا؟ به ما فعله و به اجتهاده. ببینید چقدر وقاحت، وقیح میگه نباید توبیخ کرد این شرابخوار مفتی آقای وهابی را، چون اجتهاد کرده دیگه، نظرش اینه. نظرش یعنی چه؟ نباید توبیخ اینجا کرد، توضیح گناه بدیم. میکند توضیح بدیم، نظر مراجع شیعه یک جا پیدا نمیشه به نظر منه. نظر من یعنی در فهم خبر، در فهم قرآن، کل مراجع تقلید در کل 1250 سال این بوده، آیه داریم حکم اینه،
نداریم حدیث چی حکم اینه، نداریم جای احتیاط، پس احتیاط کن. غیر قال الله و قال رسول الله نظری در شیعه نیست. این آقا میگه نباید توبیق کرد آقای که هر چه 10 ریتل شراب میخوره. بله، و اگر میبینیم میگیم قال صادق قال الباقر، چون این قال صادق قال الباقر همون قال رسول الله. حالا تونتون بریم، اینجا نمیریم، چقدر وقت داریم؟ خیلی کم داریم. به من گفتن آقا چقدر؟ گفتن این 6 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یه اصلش مون. ابو نعیم گفته ما دام هذا تنین یا تنین حیا ما یفلح احد معه، تا این اجدها زنده است کسی به رستگاری نخواهد. علی ابن خشلم گفته ما رأیت بید وکی کتابا اصلا، تو عمرم تو دست وکی کتابی ندیدم. قال وکی ما نظرت فی کتاب منذ 15 سنه الا فی صحیفه یوما، در 15 سال، من در 15 سال در هیچ کتابی نگاه نکردم الا یک بار در یک صحیفه، در یه برگه نگاه کردم تو این 15 سال. یعنی همش گفت سیر اعلام نوبلا نوشته در 400 حدیث به عکس فتوا داده بین 1500. خیلی درست. قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل، اصل قضیه مون برای جلسه بعد، سمعت ابي يقول اخت وكيع في 500 حديث، در 500 حدیث به عکس فتوا داده، حلال رو حرام کرده، حرام رو حلال. بعد نوشته علیکم به مصنفات وكيع، یعنی چه؟ تا می توانید نوشته ها و تصنیفات و تألیفات وكيع رو دریابید بخونید. احمد ابن حنبل فقیه وهابی از اون طرف میگه بین 1500 خبر 500 تاش غلط گفته، چون اصلا کتاب نداشت، 400 تاش به عکس فتوا داده. بعد میگه که مصنفات، احمد تو الان گفتی چون کتاب نداشت همه را از بر نقل میکرد بین 1500 500 تاش غلط بود، بعد نوشتی علیکم به مصنفات وکی. وکی این چیه؟ کو مصنفات؟ خونت داری میگین چی دینی اینا دارن میسازن، چی چیزی به خورد مردم دادن. آخر جمله کاش تمرکز میکردید که اینا خطا میکنه، گناه میکنه، بعد میگن اشکال نداره اجتهاد کرد، پس دیگه معصیت باید جمع بشه، چون ذهن آماده بشه برای فردا. بله، آخرین جمله این باشه، آخرین جمله این باشه. ایشون این آقا که شراب خاریش و اینکه محکوم به اعدامه، بنده 13-14 مطلب آوردم، آقایان وهابیون گفتن در کره زمین فقیه زاهدی که همیشه رو به قبله بوده و کل سال روزه بوده و هر شب تا صبح، ببخشید، بله هر شب یک قرآن میخونده کامل، فقط اگر هست آقای وکیعه. ببینید این نتیجه توضیح، چه توضیحی میشه برای این داد؟ برای فردا باید اینو آماده کنیم. آقایان جمعا حساب کردیم 39 30 چند مورد شده، در این 30 چند بند حدود 16 بند آوردن مستحق قتل بوده، دشمن رسول خدا بوده، شرابخوار خاورمیانه بوده، سپس 10-12 بند آوردن اعلم الناس علی وجه الارض بوده، مردم پناه بردن به وکی، گفتن احمد هی میگه قال رسول الله، چرا خفقون گرفتی؟ از کجا احمد میگه؟ گفت که چطوری به این آقا بگم؟ یه شیء بگم، لیش هم چیزی چه بگم بیشون که میگه قال رسول الله؟ گفتم بد وقت بر سر تو هم کلاه گذاشته. مردم به وکی گفتن. نمیدونم وقت نیست که بقیه ناقص میمونه، یه مقداری وقت داریم، حالا چند دقیقه. خب بس یه وقت داریم، بله این وقت داریم، این جمله را بخوانم، حیف آخر. این نوکی احرم من بیت المقدس. آه جالبه، خیلی عجیبه. میقات مسلمین مسجد شجره و جوفه است. ایشون رفته بیت المقدس. بله، حالا ایشون رفیق داشته به نام چیز، کمی اختلاف زمانی داره، به نام مسروق. مرحوم آقای خویی نوشته، در چیز نوشته ایشون وصیت کرده اگر مردم در قبرستان یهودی ها دفنم کنید. خب جالب. پس وکی از بیت المقدس احرام بسته. بله، بیشون گفتن که آقا این عبارت رو دو دقیقه وقت بدن. بله بله دو دقیقه. کان وکی رب ما قال فی الحدیث حدثنا و رب ما لم یقل حدثنا،
تقولنا لجار له یقال لنا ابو الوفا کان لا یحسن شیء. یه آقای بود چیزی هم بلد نبود، بهشون گفتیم به وکی بگو یک جا میگی حدثنا فلان، فلانی حدیث گفته، پیغمبر چنین فرموده، بعض جاها نمیگی. درست، این مهمه به اندازه کل برنامه ارزش داره. بله. و قال لا یقول فی و قال فتقدم الیه فسأله. وقتی این آقا رفت از وکی پرسید، فقال له وکی اما وجد القوم خطیبا غیرک، مردم بهتر از تو را پیدا نکردن. نحن لا نستحیلو التدلیس فی الثياب فکیف فی الحدیث. خیانت در لباس هست تو بازار، لباس بدل به جای لباس خوب، در حدیث نمیشه خیانت کرد. چه صراحتی بهش میگن بابا تو بعضی وقتا میگی فلانی برای ما روایت کرد و میرسوش به رسول خدا. حالا بعضی جاها میبینیم اینو نمیگی، همینجور سرخود شروع میکن برف زدن. این به صراحت میگه که مگه ما نمیتونیم از خودمون چیزی بسازیم؟ لا نستحیل التدلیس فی الثياب فکیف فی الحدیث. دیگه چی بگیم آخه؟ دین چی شد؟ مذهب چی شد؟ قرآن چی شد؟ اسلام چی شد آخه؟ لا اله الا الله. خب آقا جان، ما جمع کنیم کم کم بحث رو، ما یک دقیقه تقریبا. خب یک دقیقه این عبارت آخر هم بخونم. عبارت رو بله بخونیم. فکان ایزا کان شهر، بله شهر، جئته به عطائه. آقا میگه من هر ماه عطایای ایشون رو دولتی می آوردم، بله. می دادم. فحدثنی به خمسه حدیث، بله. هر ماه در مقابل این هدایا پنج حدیث میخوند. بله. یک روزی رفتم پیش ایشون، گفت که عطا آوردی مثلا؟ بله. یعنی اگر نیاری چیزی حدیث یاد نمیدم. بعد دکه درست کرده بود، به معلوم مردم اعلام کرده بود بیایید حدیث ببرید، اگر میخواهید حدیث ببرید برای من چی بیارید؟ پول بیارید، هدیه بیارید، کادو بیارید. کادو بیارید. آقا سپاسگزارم جناب استاد. ما البته اینجا دوستان اگر در تصویر گنبد مطهر حضرت سید شهدا رو دارید، بله، حضرت ابوالفضل و حضرت امام حسین در تصویرتون هست. عزیزان بیننده، من همزمان که عرض میکنم توی گوش من هم دوستان مطالبی میفرمایند. اینجا ما توی استودیو برق رفته، گاهی وقتا برق میره دو سه دقیقه و از بد حادثه در پایان برنامه ما این برق رفته. در نتیجه شما فقط تصویر حرم را دارید. من همینجور عرض میکنم تا میتوانید عزیزان بیایید الان به زیارت حضرت سید الشهدا. میدانیم که در نیمه دوم ماه کاروان ها را میفته. دو، امنیت بسیار عالی بود و همچنان امنیت عالی هست و انشالله همچنان خواهد بود. و دیگر اینکه هر کس صد بار حداقل دست میکنن تو پنجرهای زری و برای او زیارت میکنن و در عین بیلیاقتی دعایش میکنم همین امشب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدا نگهدارتون. من به پا بوسی آن سرور بی سر بروم، وای اگر از حرمش بی سر و پا برگردم. کفن و چادر و انگشتر سوغاتم چیست؟ بگذارید که با شرم و حیا برگردم.